رابطه روح الله رحیمپور تحلیلگر سیاسی از ترکیه با ما همراه میشن آقای رحیمپور بالاخره اتفاق افتاد اولین کنفرانس خبری مسئول پزشکیان برگزار شد از دست دادن های عجیب غریب در این مراسم که بگذریم اساساً چطور دیدید ماجرا رو درود بر شما بینندگان محترم بله بالاخره این تلسم رو شکوند آقای پزشکیان حاضر شد در برابر خبرنگارها من فکر می کنم که در طراز رئیس جمهور دنیا مصاحبه مطبوعاتی نکرد البته در مقایسه با مثلا ابراهیم رئیسی وضعیت مناسبتری داشت ولی سعی کرد که با کلیگویی ها تلاش بکنه پیام منفی به قطب های قدرت در دنیا ارسال نکنه از جمله اینکه واژه برادر رو برای آمریکایی ها استفاده کرد از جمله اینکه به هر حال در مورد روسیه یک م... جنگ روسیه و اوکراین یک مقدار لحن در واقع قاطع نشون داد اما تفاوت چندانی در گفته هایی که پزشکیان انجام میده با سیاست های کلی جمهوری اسلامی در موضوع موضوعات خارجی احساس نمیشد اون چیزی که شاید تفاوت اساسی رو یعنی تفاوت رو میتونه مثلا نشون بده احتمالا این باشه که پزشکیان همچنان داره به مذاکره به توافق بین ولی چشم چشم دوخته چشم میدوزه اینکه وزیر خارجش گفته بود که برجام قابل احیا نیست امروز پزشکیان تاکید کرد که در چارچوب برجام میتونیم مجددا مذاکره بکنیم فکر می کنم اینها موضوعاتی بود که سعی می کرد دنبالش باشه اما در موضوعات داخلی اساسا راهکار خاصی به ویژه در موضوعات اقتصادی ارائه نکرد و, و, و در این حال صحبت رو مطرح کرد در انتهای مصاحبه که به نظر میرسه هاشیه ساز خواهد شد جایی که از کلمه اون یکی برای میر حسین موسوی استفاده کرد به جای اسمش و گفت فعلا کروبی کر رو فعلا آزاد بکنیم تا ببینیم چه وضعیتی خواهد بود من فکر میکنم جذابیت چندانی نداشت اتفاق خاصی هم نبود یک مصاحبه خیلی معمولی در طراز یک رئیس جمهور در واقع 27 درصدی رو میتونیم بر... ازش در نظر بگیریم. روح الله رحیم پور سیاسی از ترکیه ممنونم از شما.